473 کیلومتر از ساحل شمال کشور در مازندرانه. در گذشته بهره‌گیری از دریا فقط به صورت سنتی بود و مختص می‌شد به صید و صیادی. اما نگاه‌ها تغییر کرد. باید بیدار بشید. برید دنبال این که اون صنایع پیشرفته را خودتون درست بکنید. حالا چه در جنوب و چه در شمال کشور و مازندران خودمون، کارخانه‌های بزرگ کشتی سازی و سکوی حفاری راه اندازی شده. از مجموع پروژه‌هایی که طی چند سال در مجتمع اخذ شده، ما چیزی حدود 30 میلیون دلار از خروج ارز جلوگیری کردیم. در کنار این مجموعه بزرگ، سه مجموعه دیگر ساخت انواع شناورهای شیلاتی و گردشگری در استان فعال شد. امروز میتونیم ماهی 10 تا 12 فروند شناور تولید کنیم، ولی با افزایش قالب میتونیم تا ماهی 20-25 تا شناور تولید کنیم. شرکت کشتیرانی دریای خزر هم چند فروند کشتی کانتینر بر خود رو برای صادرات محصولات کشاورزی مازندران در دریای خزر به خط کرده. برای نخستین بار مسیر تجارت دریایی مرکبات و محصولات باقی و گلخانه‌ای استان مازندران رو به بنادر روسیه و همچنین بندر آکتای کشور قزاقستان رو اندازی کنه. 5 محموله دریایی صادرات داشتیم به کشورهای روسیه و قزاقستان که سال قبل حدود 1000 تن در سال جاری صادرات دریایی داشتیم. صدور مجوزهای شیلاتی و بهره‌گیری از آب دریای خزر موجب شده تا بزرگترین مجموعه تولید ماهیان خاویاری سطح جهان در مازندران راه اندازی شود. 9 متر مکعب آب دریا میاریم تو مجموعه خودمون، برای 30 تن خاویار و 2000 تن گوشت استفاده میکنیم. بازدید بیش از 20 میلیون گردشگر از سواحل استان موجب شده تا سرمایه گذاران هم در این حوزه ورود کنند. از کجا اومدین؟ از کشمیر پاکستان. مازندران که دوست دارم، دریا خیلی قشنگه. من چرا اومدم مازندران این پروژه را اجرا کردم؟ به خاطر این دریا. اگر این دریا نبود، من این سرمایه گذاری را اینجا نمی کردم. برای تحقق کوریدور شمال جنوب، سه بندر امیرآباد، فریدون کنار و نوشهر در استان با ظرفیت حد اکثری در حال فعالیت هستند. 10 ماه گذشته 4 میلیون تن انواع کالاها از کشورهای اتحادیه اوراسیا وارد استان مازندران شد. بعضی ساخت‌های مهم بندری استان موجب شده تا مسئولان کشورهای همسایه برای افزایش تبادلات اقتصادی به مازندران سفر کنند. دلیگاسیون توجه به وجود 3 بندر در قزاقستان، ایران از طریق این بند 3 تا بندر میتونه کالاهای خودش رو به چین، روسیه و سایر کشورها در واقع ارسال بکنه. حالا کشورمون با تکیه بر زیرساخت‌های موجود در استان میتونه سهم خودش رو از بازار مالی 2300 میلیارد دلاری تجارت کشورهای منطقه افزایش بده. مهدی حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، ساری.